آیت الله العظمی شیرازی در بخش دوم سخنان خود در گرد همایی مبلغان دینی در آستانه ماه مبارک رمضان بر ضرورت حفظ آبروی مؤمن و پرهیز از حرمت شکنی ها تأکید فرمودند. ایشان در ادامه فرمودند اگر فردی به ما ظلم کرد، به اندازه ظلمی که به ما شده حق شکایت نزد دیگران را داریم، نه آنکه با تمام توان آبروی او را ببریم. همان گونه که در آیه 229 سوره بقره آمده که کسانی که از احکام و حدود الهی تجاوز کنند آنها به حقیقت از ستمکارانند. با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم. بخش دوم بیانات آیت الله العظمی شیرازی در گرد همایی مبلغان دینی در آستانه ماه مبارک رمضان اختصاص به ضرورت حفظ آبروی مؤمن و پرهیز از حرمت شکنی ها اختصاص داشت. آیت الله العظمی شیرازی با بیان داستانی از ملاقات مرحوم آیت الله العظمی میرزا مهدی حسینی شیرازی با مرحوم آیت الله العظمی سید حسین طباطبایی قومی که در خلال آن فردی به عنوان تظلم خواهی از شخص دیگری نزد ایشان شکایت برده بود و در پایان که آیت الله العظمی قومی از آیت الله العظمی شیرازی درخواست همفکری می نمایند، در پاسخ می شنوند اگرچه یکی از استثناءات حرمت غیبت شنیدن تظلم خواهی است، اما چون مخاطب آن شما بوده اید لذا شنیدن آن برای شما جایز است و من از باب احتیاط مشغول به ذکر شدم و متوجه سخنان فرد شاکی نشدم. معظم الله همچنین داستان دیگری از زمان مرجعیت عامه مرحوم میرزای شیرازی نقل فرمودند که فردی برای حل مشکل مالی خود به ایشان مراجعه می نماید و مرحوم میرزای شیرازی به او حواله دریافت سکه برای یکی از تجار بغداد صادر و به او ارائه می نمایند. اما آن شخص در نوشته میرزای شیرازی دست برده و آن را به رقم بسیار بالاتری تغییر می دهد. ولی ایشان علارغم این اقدام خلاف اخلاق او از افشای آن خودداری و آبروی وی را حفظ می نمایند. ایشان با اشاره به رفتارهای این دو فقیه بزرگ تأکید فرمودند حفظ آبروی مؤمن مسئله بسیار مهمی است و در روایتی از امام صادق نقل شده که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است، با آنکه کعبه جایی است که اشرف اولین و آخرین به سوی آن نماز خوانده و تمام مسلمانان دنیا مکلف هستند هنگام مرگ اموات خود را به سوی آن قرار دهند و اموات و ذبیحه ها باید رو به سوی کعبه باشند، اما احترام یک مؤمن از کعبه با این خصوصیات برتر شمرده شده است. آیت الله العظمی شیرازی با ابراز تأسف از آنچه که در جوامع اسلامی علارغم این همه تأکیدها در شرع مقدس اسلام رخ می‌دهد فرمودند متأسفانه بسیاری آبروریزی و حرمت شکنی در سرزمین‌های اسلامی اتفاق می‌افتد و زن و شوهر نسبت به هم، پدر و مادر و اولاد نسبت به یکدیگر، حکومت‌های اسلامی با ملت‌ها و ملت‌ها با دیگران این گونه رفتارها را انجام می‌دهند و متأسفانه حرمت مؤمن حتی در سرزمین‌های مسلمان نشین ارزشی ندارد. علارغم آنکه امام صادق این گونه حرمت مؤمن را توصیف می‌نمایند، با آنکه در اهمیت کعبه بسیار گفته شده است، لذا باید این مسئله مورد تأکید فراوان قرار گرفته تا همه به آن عمل نمایند و تقوا در جوامع اسلامی تا بدان حد برسد که حرمت مؤمن برای چیزهای بیارزش شکسته نشود. معظم الله شکسته نشدن حرمت فردی که در نوشته مرحوم میرزای شیرازی تقلب کرده بود را نشان از اهمیت حفظ آبروی مؤمن در مقام اهم و مهم توسط یک فقیه محقق با درجه بالای تقوا توصیف نموده و فرمودند شاید مشکلاتی که در کشورهای اسلامی بیش از کشورهای غیر اسلامی وجود دارد بخشی از آن به این گونه حرمت شکنی ها مرتبط باشد، چه آن رفتاری که از سوی حکومت در قبال مردم و چه از سوی مردم نسبت به دیگران صورت می پذیرد.
ایشان در ادامه به همگان توصیه فرمودند که چقدر خوب است که در ماه مبارک رمضان تصمیم گرفته شود که تقوا بدان حد برسد که از انجام این گونه رفتارها پرهیز گردد و اگرچه رسیدن به این مرحله نهایت تقوا نیست، اما حداقل مرتبه ای از آن است و علاوه بر آن نسبت به تذکر آن هم باید مداومت صورت گیرد که مثلا زن و شوهر هنگام اختلاف ها جایز نیست نسبت به هم اهانت کنند، نه آنکه فقط دروغ جایز نباشد و احقاق حق هم فقط در حدی که ظلم شده جایز است. علی اکبری، اخبار شیعه.